صلى الله عليه وآله الطيبين لَأَبْرَارِ المعصومين سيما ابن عمه ووصيه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب روحي وأرواح العالمين لتراب مَغْدَمِهِ الفداء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و کوب جوک و جو ایام و اتشه خداوند روزهای ما، تلاوت قرآن های ما، نمازهای ما را در این ماه، مقبول درگاه خودش قرار دهد و آمادگی بیشتر برای ورود به شبهای قدر، به همه ما عنایت کند صلواتی کرم کند اما مسئله شرعی این که در فقه یه حدیثی داریم در کتاب و سلات در بحث نماز به نام حدیث لاتعاد که فقها ها از این حدیث بسیار استفاده میکنند در بحث نماز فرمود لا تعاد و الا من خمس نماز اعاده نمیشه الا از پنج چیز یعنی اگر کسی نسیانن فراموش کنه یا جاهل باشه نسبت به مسئله ای کم و زیادی در نماز بکنه اشکال ندارد مگر یکی از این پنج تا باشه یکی از این پنج تا باشه نماز باطله یک قبله دو وقت سه تهارت حدسی یعنی وضو و قصد رکوع و سجود یعنی چی؟ یعنی اگر یک کس اومد استاد نماز خون بعد یکی کسی بهش گفت آقا پشت به قبله نمازتو خوندی یعنی قبله خراب شد به طرف شرط استقبال قبله خراب شد نماز باطله البته اگه جایی مشخص نبود نماز تخمینی خوندیم این طرف بعد معلوم شد بین مشرق و مغرب بوده کافی اگر بین مشرق و مغرب نماز واقع شده باشه این مقدار فاصله باشه اشکال نداره اما 90 درجه 180 درجه باطل دو وقت یه کسی نماز ظهر اصلش خوند بعد یا آقای گفت آقا هنوز اذان زور نگفته بودن نماز باطل سوم تهارت حدسی نه خبسی ما یه خبس داریم یه حدث داریم خبس با سه سه نقطه یعنی آلودگی نجاست مثل اینکه لباس من خونی نجسه اما حدث یعنی اون وقتی که وضو باطل میشه کارهایی که وضو رو باطل میکنه قصد رو باطل میکنه حدث حالا اگه کسی نماز خون بعد از نماز فهمید وضو نداشته نماز باطل اما اگر که لباس خونیه نمیدونم بعد از نماز دیدم لباسم خونیه اشکال نداره نمازتون درسته. پس او پنجتا تهارت حدسی باطل میکنه نه خبسی اگه نمیدونم لباسم نجسه بعدا نماز خوندم یه کسی گفت آقا پشتتون پر خونه حواستون نبوده تو جمعیت بوده حواسش نبوده این اشکال نداره اگه جاهل باشه ندونه بعد بفهمه البته ناسی باشه ناسی یعنی خونه دیده بودا ولی یادش رفت تطهیر بکنه بعد از نماز یادش اومد که ای من بنا بود تطهیر کنم و تطهیر نکردم این نماز باطله پس جاهل نمازش درسته اما ناسی و فراموشکار که یادش رفته نمازش اشکال داره یکی هم رکو رو آدم فراموش کنه یکی هم سجده را البته دو تا سجده با هم یه رکنه کسی اگر حواسش پرت بشه یه سجده انجام داده بلند شه بالاخره فکرش مشغوله نمازش هم ادامه داد و تمام شد اشکال نداره نمازش باطل نیست. اگه یه سجده یادش بره بعد از نماز این سجده رو باید قضا کنه السلام علیکم چی گفت سرش میذاره رو مخ سبحان ربی الاعلا و به حمده دو تا سجده صحوم انجام میده مستحب اصلا برای هر کم و زیادی که در نماز میشه سجده صحو انجام بدی حالا یه وقت تلفن زنگ میزنه حواس آدم پرت رو عادت تلفن بردارید تو نماز میگه تلفن رو بردارید یا بچه دارد میره دست بذارد مثلا به یه چیز به اتوی که داغ میگه حسن آقا حسن آقا یعنی حسن آقا بگیرش بگیرش حواسش حواسش نیست میگه اشکال نداره حواسش پرد بگه نمازش باطل نی فقط دو تا سجده صحف انجام بده بعدا حالا سجده صحف و چی میدونه چه جوره آه. بفرمون نام داشتن میگفتن بفهم احسن شما بسم سر سرر موه میذاره بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد میتونیدم بگید بسم الله و بالله سلام اول نمازو بده سلام اول نماز چیه السلام علیکه سلام به پیغمبر السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات سرش بلند میکنه دوباره سرش میذاره عین همین تکرار کنه بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات و یا صلواتش رو بفرسته بعد سر رو برداره باید تشهد بخونه تشهده که خون فقط سلام آخر رو بده بعد از اللهم صل علی محمد و آل محمد میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکات اینم سجده سهو خب اما اگه تو نماز حواسش پرد شد دو تا سجده رو فراموش کرد اینجا دو تا سجده رکنه نماز باطل میشه ولی یه سجده اشکال نداره بعدا قضاش انجام داد دو تا سجده صحبم انجام داد سلواتی نیت کنه خب بحث ما در روایت پیغمبر اکرم بود که در جمعه آخر ماه شعبان ایراد فرمودن رسیدیم به اینجا در این خطبه فرمودن وذکرو به جو اکم و اتشکم فیه جو ایام القیامت و اتشه هر وقت در این ماه رمضان فرمود گرس نمی شوید پش شوید یاد کنید تشنگی و گرسنگی قیامت را قیامت یکی از عذابای تو قیامت آقا فقط معطلی تو قیامت حساب اینا جدا با اصلا معطلی قای تو ایران اینجا شاید رو نداره تو ایران میرد من سنگک بخرد میبینه پنی نفر تو سفن میگه او احکی حوصله دارد وایسته پنی نفر نون بگیرن بعد نوبت من بشه خودی ما طاقت نداریم و روز قیامت یکی از عذاباش هم معطلیه امیر المؤمنین علیه السلام خطبه ای دارن که در نهج البلاغه البلاغ عبدو جلد یک صفحه 458 فرمود تجه امیر المؤمنین در این خطبه فرمود تجه حضور رحمكم الله خودتون رو آماده کنید رحمت خدا بر شما باد فقط نود یفیکم بر رحیل فقط نود اوعملکن فیکن بر رحیل منادی ندای کوچ داده است میگه امام راحل از این ماده رحیله منادی ندا داره میده بابا آماده کوچ باشید بنا نیست اینجا بمانید همیشگی باشید و بله ما قفلت موجب میشه فکر کنیم آقا همیشگی اینجا ه متاسفانه طبع دنیا اینه یه وقتی آقا تو شکم مادر بودیم تو رحم مادر فضای تنگ و تاریک چی میخوردیم؟ خون میخوردیم خون از طریق ناف به مادر متصل بودیم خون میخوردیم به ما میگفتن بابا بیا تو این دنیا یه دنیا اصلا قابل مقایسه نیست با رحم مادر میگفتیم جامون خوبه گرم و نرم اونم اون جامون بود تون تنگنا اونم غذای کثیف و آلوده حالا اومدیم تو این دنیا بالاخره به زور آوردندمون نمیخواستیم هم بیایم من گفت کسی با ما مشورت نکرد بیایم تو این دنیا نه نیای اما عزیز من الانم تو رحم دنیایی تو رحم دنیا الانم قافله انبیا و اولیا اومدن میگن بابا از تو این جای تنگ و تاریک دنیا که از اولش خون خوردن و خون جگر خوردن بود چه زندگیه مردن تدریجی بود این زندگی میگن بابا اون طرف یه عالمیه اصلا قابل مقایسه با این دنیا نیست میوه های بهشتی مرغ های بریان کرده بهشتی اون خادم هایی که قلمانی که خدمت میکنن اونجا جنات تجری تحت هل انهار میگیم جامون خوبه همینجا چسبیدیم محکم نمیخوایم بریم از ابیزر پرسیدن که ابوذر چرا مردم ناراحتن بهشون میگن که بریم چرا ناراحتن گفت برای اینکه دنیا خانه دنیاتون آباد کردی خانه آخرت رو خراب کردی معلومه تو یه خانه نوع تجملی زندگی میکنید بگن بیا برو تو یه خانه یک مخروبه آدم هیچ وقت رقبت نمیکنه بره اما اولیاء خدا اون آباد کرده به تعمیر امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه متقین لولل الاجال التي كتب الله عليهم اگه اون عجلهایی که خدا برای متقین و پرهیزگاران نوشته که تو 60 سال 70 سال 80 سال تو این دنیایی ای آنی تو این دنیا نمیماندند شوقا الی الجنه به خاطر اشتیاق به بهشت الهی اینه که خود امیرالمومنین فرمود والله لبن ابی طالب قسم علیه نه قسم منه قسم خورد والله فرزند ابی طالب یعنی خود علی آنسو بالموت من الطفل به صدی امه به خدا قسم علی نسبت به مرج مشتاقتر است از, از طفل به سینه مادرش که شیر میخورد شما جایگاه سینه مادر را برای حیات فرزند ببینید چقدره موجب حیات رشدشه امیر المؤمنین فرماد من مشتاقتر به مرگم چون حیات واقعی منجاست اینه که وقتی ضربت خورد فرمود فست و رب بلکعبه. خدای کعبه رستگار شدن راحت شد همه اون خون جگری خون دلی که بر علی کردن از فرقش تو محراب شب 19 هم ریخت حالا می فرماد تجهز رحمکم الله فقط نود یفیکم بر رحیل گوشاتون رو باز کنید ندای رو بشنوید که میگه باید رفت و اقل الارجت علی الدنیا تمایل به دنیا رو کم کنید و انقلبو به صالح ما به حضرتكم من از زاد اون زاد ای که صلاحیت برای اون طرف داره اونو فراهم کنید زاد توشه این زندگی این طرف برای خودشه بله مواد غذایی و آزوغه ای که تهیه میکنید اما اون طرف فرمود ان خیر از زاده التقوا زاد و توشه اون طرف تقواست به امام گفت آقا خوشبختانه اون طرف شفاعت داریم شفاعت پیغمبر خدا اهل بیت بله فرمودن شفاعت داریم اما شفاعت مال قیامته مسیر برزخ رو باید با پا خودتون بیاید با آزوغه خودتون بیاید شما برزخ و عبور کنید برسید اون طرف تا نوبت به شفاعت برسه البته تو پرانتز عرض کنم اون راوی نمیدونم حالا حد معرفتیش چقدر بود اگر الان بود من به امام عرض میکردم که آقا درسته نکته بسیار ظریفی عرض میکنم درست شفاعت در قیامت هست اما ولایت فقط در قیامت نیست ولایت از ازل تو این عالم ولایت علی کار کرده در این دنیا هم هست تو برزخ هم هست در قیامت هم هست انشالله شما همه و ما اهل ولایتیم ولایت دستگیری میکنه اینجور نیست آد. خدا یک کوره درست کرده که فقط انسان بسوزونه این نی ارز کردم خدا مهربانتر از مادره مادر راضی نیست یه خار تو پای بچهش بره یه خار خدا راضیه که بندش بسوزه اما ما هم باید یه مقدار رو رو داشته باشیم رو هم خوب آدم داشته باشی هی توبه کنیم بشکنیم توبه کنیم بشکنیم این ورم ما رعایت باید بکنیم ما هم باید رعایت کنیم اما عرض کردم بازم گفت هر وقت توبه شکستی باز آیی باز آیی آه. این دریه که هیچ وقت بسته نیست نیمه شب اگه در قصر سلاتینم بسته باشد در به قصر الهیم نیمه شبشم بازه اصلا اولیاء خدا نیمه شب صفا میکنن با خدا پیغمبر خدا اگه قدرت در روز داشت در این جنگ ها امیر المؤمنین قدرت در روز داشت مال خلوت در شبش بود از خلوت شب نیرو میگرفت برای جلوت روز فَإِنَّ اَمَامَكُمْ جناده از اصحاب امام مجتبا علیه السلام دم آخر اومد کنار بستر امام مجتبا علیه السلام بعضی از اصحاب خیلی زرنگ بودن خیلی زرنگ بودن تا دم آخر از امامش استفاده میکرد سه سع سه ابن سوهان همینطوره که انشالله اگر بودیم و زنده بودیم و شب قدر اشاره میکنم به جریان سعسعه حالا جناده از اون اصحابی که اومد کنار بستر امام مجتبا علیه السلام و به آقا میگه اذنی آقا تو این لحظات آخرم مرا موعظه کنی و فرمود یا جناده استعد دل یا جناده استعد دل و حسل زاده که قبل حلول اجلیک جناده آمادگی پیدا کن برای این سفر بابا شما میخواد یه ایران برید و بیاید یه افغانستان برید و بیاید سه ماه پیش ذهنت درگیره یه مشهد میخوای بری هی hey, ذهن درگیره فلان چیز یادم نره فلان کار یادم نره آمادگی میخواد آمادگی میخواد حالا یه سفری میخوایم بریم که دیگه برگشتن نداره. ما آمادگی نمیخوا استعد لسفرك و حسل زاده که قبل حلول اجلک قبل از اینکه عجلت فرسه زاده توشه تو آماده کن فراهم کن زاد توشه چیه؟ همین روزهی که گرفتی نمازی که میخونید قرآنهایی که میخونید خدمت به خلق که میکنید آقا هیچی به عقیده من بعد از توحید خدا راه گشاتر از خدمت به خلق خدا نیست کمک کنیم به خصوص الان تو این کشور بچه هایی که میان واقعا کار از دستتون میاد برشون بکنین اینا خدمت و به خصوص بچه های متدینی که اهل این مجالسن بعضی از این فرقه ها در هند اون سفری که بودیم دوستان اونجا گفتن این سیک ها سیک هایی که در هندن خیلی با کلاسن حتی تو مذهبشون هم مثل این بعضی از مذاهب که نمیخوام اسم ببرم خیلی کثیف نیستن اینا یه کتابی هم دارن میان میخونن وقتم عبادت میکنن اما میگفتن معمولا جوان بیکار تو اینا نمی بینید اگه یه جوان بیکار ببینن سریع اقدام میکنن کار براش فراهم میکنن سرمایه بهش میدن کار خیلی قشنگیه واقعا کسی از دستش برمیاد بکنه اینا از همون زاده توشه هایی که اون طرف به درد میخوره بعد امیر المؤمنین فرمودن امام امامکم عقبدن عقبتن کعودا جلوی راه شما گردنهایی است و منازل مخوفه منزلگاه های خطرناک لابد من الورود علیها باید واردش بشید و الوقوف اندها باید کنار اینها بیستید وقفوهم انهم مسئولون خطاب میشه نگهشون دارید در این عقبه تو هر عقبه سوالاتی میکنم سوال و جواب در گذشته برای حرکت قافله ها قدیمی ها یادشونه مثلا سفرهای مهم عطبات میخواستن برن مکی برن جار میزدن جار چی بود خودش آمادگی درست میکرد اینکه حضرت میفرماد فقط نودی فیکم به رحیل منادی ندا داده اما گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه به جایی نرسد فریاد است بله میبینه رفیقش همسایش جنازش از خونه آوردن بیرون ها میبینه میگه مال ما نیه مال همسایه است این این تابوت تو خونه ما نمیاد این برانکار تو خونه ما نمیاد چقدر خوب آدم آمادگی پیدا بکنه یکی از آین معروف تهران که اسم ببرم میشناسید ایشون میگفت یکی از تجار مرا وسیع خودش کرده بود یه روز طرف بعد از ظهر دیدم خانومش زنگ زد و آقا فلانی فوت کرد خب ما هم با بعض از دوستان رفتیم منزلش حساب کتابش و وسیعش بودیم بررسی کردیم دیگه نزدیک غروب داشت میشد اومدیم بیایم بیرون آقا اگه کار میخوای بکنی خودت برا خودت بکن اومدیم بیایم بیرون یه وقت خانمش دارت میدوه و آقا گفتم بله گفت اینه امشب میخوای اینجا بذاریش جنازهشو میخوای اینجا بذاری ببریدش سردخونه بیمارستان فردا از همون را ببرمش دفنش کنیم عزیز من خانومی که شهست سال باد زندگی کرده یک شب دیگه مهلت نمیدهد تو این خانه جنازت بمان باز قدیمی ها جنازه شون میمون تو خونه خود من خدا رحمت کنه اموات شما را مادر ما از دنیا رفت شب بود اورجانسم اومد اما گفتم میخوام تو خونه باشه نگذشتیم ببره کنارش دوتا تا سوره قرآن بخونی اصلا دیگه مهلت بد نمیدن جنازت هم تو خونه باشه کار میخوای بکنی برا خودت هر کاری داری میکنی بکن باز یکی از این آقایون گفته بود که یکی از رفقا داشتیم یه وقت من روزنامه خریدم دیدم تو صفحه متوفیاتش صفحه از عکس اموات میزنن دیدم عکس اینو رو زدن اه نوشته فردا ساعت فلان ختمه فلان مسجد گفتم اه این رفقای ما چرا خبر به ما ندادن گفتیم خب حالا یادشون رفته فردا ختم بریم اومدم دم مسجد دیدم بله مراسمه مردمم است اون پسراش ایستادن رفتم وارد شدم اومدم وارد بشم دیدم رو صندلی اول خود مرده نشسته مرده که عکسش انداخته بودن که از دنیا رفته خودش نشسته ماییت خودش نشسته گفتم خدایا نکنید ما اشتباه کرده اصلا نشستم بغلش جا بود سلام و اول پرسی گفتم خاجی مجلس چیه ختم چیه او ختم خودمه گفتم شوخی میکنی گفت شوخی نداره گفت تمام رو میخوام خودم بکنم ختمم هم خودم گرفتم شام شب هفت نمیدونم ختمم هم خودم میخوام باشم ببینم مردم و فقرایی که میدونم دعوت بکنم سر سفره سیر بخورم بعدم وصیت میکنم دیگه بعد از من مراسم نگیرید من مراسمو گرفتم بعضی هم اینجور آقا اینجور حالا نمیگم شما این کارا بکنید اما میخوام بگم این چقدر تا اینجا کارش خودش کرده اموالش هم تقسیم کرده گفت در حال حیاتم انوال تقسیم کردم همین الان بچه هم میدونن که بعد از من چی بهشون میرسه اما اختیارش تا زمانی که زندم با خودم گذاشتم کار قشنگیه این دیگه بعد از مرگ اختلاف نمیفته میدونن در زمان حیاتم مشخص شد همشونم راضی هم. هم برای خود آدم که از دنیا میره هم برای بچه ها آرامشه در قوم <applause> واقعا چه چیزایی آدم میبینه در قوم یا آقای جلو تو تاکسی نشسته بود به راننده تاکسی گفت که فلانی ها میشنسی؟ گفت بله گفت از دنیا رفت گفت ای خدا بیامرزدش خیلی مال و اموال داشته چند تا خونه و چند تا مغازه و ویلا و ماشین زمین چقدر داشت خوش به حال بچه هاش او شروع کرد خندیده و چه میخندی گفت میگی خوش به حال بچه اما میدونی چقدر بچه ها فوشش میدادن گفت بابا این همه مال اموال براشون گذاشته چرا فوش میدادن گفت میدونی چی داشتن میگفتن <تص> الله حکم داشتن فوشش میدادن فلان فلان شده تو که اینا رو گذاشتی چرا کارا دارایی و شهرداریشو نکردی چرا کار دارایی و شهرداریشو نکردی که هان صاف بشه به مثل حلو قورتش بدن آی بدبختیه آی بدبختیه یه اوم آدم حمالی کنه برای دیگران میدونی وقتی انسان از دنیا میره مالش به ورسه میرسه اگه ورسه کار خیر بکنه برای ورسه میرسن مینویسن چون الان مال مال ورسه شد دیگه مال تونی نفس قطع میشه دیگه ملچیت از بین رفت مال بچه اگه بچه خوب باشن برای بچه ها اگه بدم باشن که وای به حالت که تو سبب شدی که اینا به اینجا برسن وقتی تازه مال و اموال دستشون رسید اون وقت تازوندن تازه دنبال معصیت و کسافت کاری مالم آقا گاهی زیادش خوب نیست یادم <تصفح> نمیره در تهران دیدن یکی از دوستان رفتیم کارخونه دار بود عمل کرد فلت شد رفتم دیدنش گفت آجا میدونی چرا من فلت شدم؟ چون پول داشتم. گفتم یعنی چی؟ گفت ما رفتیم یه آزمایشی دادیم، عکسی گرفتیم، کمرم درد می‌کرد، درد می‌کرد این مقدار. گفتن یه قده کنار نخا گفتیم خب عمل میکنیم، بعضا خوب بود و مالی. عمل کردیم تو عمل برخورده به نخا کرد قطع نخا شدم من. آخر عمرش هم تو بستر افتاد بنده خدا می گفت اگه پول نداشتم می گفتم خب این همینجا باشد تا هر وقت میخواد باشد این قده چیکارش دارن؟ حالا هر وقت قضا قدر الهیه همه پول داشتن بیچارم کرد ولی نمیرفتم عمل حالا نمیگم واقعا تشخیص پزشک که باید عمل بشه بله اما میخوام بگم می مالم خیلیش خوب نیست مگر آدم در حدی که زندگیش واقعا بگذره زندگی فرزندان داره فرزندانش هم بگذره اما بعضیا به حمد برای نوه و نتیجهشونم هم دارن هنوزم داره میدوه هنوزم داره, هم داره میدوه بهش میگم حاجی اقلا مکه تو برو واجبی واجبه برا عمره برو یه مشهد برو تو ایران ها میگم یه مشهد برو حاج وقت ندارم خدا میدونه وقت ندارم باید بالا سر کارم هم باشم حالا میلیاردرا اما هم داره میدوه بابا دیگه تا یه وقت آدم باید بدوه بعد باید بشینه دیگه مال خدمتش بکنه تا جایی که توی زیارت امام رضا نمیری حج واجبه برات میدونی ای کسی حج واجب باشید برش حج نره تو روایت داره دم مردن بهش می خطاب میشه مت یهودیان او یا کافر از دنیا داری میری میمیر در حالی که کافری فرمود گرسنگی و تشنگی که الان میکشید یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بیفتی اینا بارا سبک میکنه اون طرف آیه قرآن براتون بخونم سوره حج آیه دو یا ایوه الناس اتقو ربکم این زلزلت ساعت شیعون عظیم ای یا ایوه الناس نمیگه یا ایوه آمنو آمنوا همه را میگه ای مردم اتقوا ربکم تقوایی از خدا داشته باشید این نزلزلت از ساعت شیعون عظیم اون زلزلهی که قیامت به پا میشه همه کرات به هم میریزد زمین و آسمان ها به هم میریزد میگه شیع است خیلی عظیمه یک کسی به یک کسی گفت چه خبر چه خبر دیدی دیگاهی به هم میرسن میگن چه خبر بعد میگه دیگه چه خبر؟ آه. گفت چه خبر؟ اون یکی گفت چه خبری بزرگتر از این که بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه لیست لوقعتها ها چه خبری بزرگتر از خبر آمدن قیامت اگر باور نکردیم معادا باور کنیم که قیامتی هست خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دست قیب را ایشون میگفت خیلی مثال واضح و روشنیه آدم روش تعمل کنه ایشون می گفت شما داری میری یه بچه چهار پنج ساله میگه میگه آقا یه اقرب پشتت دارد میره بالا یه اقرب پشتت دارد میره بالا بینی و بین الله چی کار میکنی؟ میگی بابا بچه از سرش نمیشه که یه چیزی گفت آیا اینه میگی؟ یا میگی بابا شاید راست میگه یه چیزی باشه یه دستی میزنم کتت تکون میدم بعد مرحوم آقای دستقی میفرماد خدا رحمتش کنه میگه بابا 124 هزار پیغمبر آمده ائمه ما آمدن این همه علما اومدن گفتن بابا قیامتی هست اینقدر که به حرف این بچه چهار ساله اعتنا میکنم به حرف قافله انبیا و اولیا اعتنا کنم باورم نیست قیامت هست الا یظن انکم مبعوثون لیوم عظیم میگه آیا جمانم نمیکنن جمال جمان حتی بالاتر بگم اونایی که با ریاضیات آشنایید حساب احتمالات میگن احتمالات ضعیف و اغلا اعتناع نمی کنن احتمال ضعیفه یک در میلیونیم اما این نکته ظریفه گاهی احتمال ضعیفه اما محتمل قوی است احتمال ضعیفه اما محتمل قویه یعنی چی؟ مثال بزنم یه تاجری میخواد یه معامله بکنه اگه تو این معامله بگیره بارش تا آخر عمرش بسته اما از اون طرف یه احتمال ضعیف هم هست که تمام مالش رو ببازه برشکست بشه میگن آدم عاقل هیچ وقت دست به این معامله نمیزنه چرا؟ ولو احتمال ضعیفه اما محتمل قویه یعنی کل هستش میره احتمال ضعیفه ها ولی کل هستش میره هیچ وقت این کار نمیکنه حالا آقا اگه احتمال ضعیفی هم بدی قیامت هست اما محتمل قویه یعنی هم فیها خالدون الال باید اون طرف تو جهنم باشی یا تو بهش عاقل اعتنا میکنه یوم ترونه ها ادامه آیه فرمود پروا داشته باشید از خدا که قیامت ساعت عظیمی است یوم ترانها اون روزی است که میبینید تذحل کل مرزعتن اما ارزعت و تزع کل ذات حمل حملها روزی است که هر مادری که بچه شیر میدید از اون وحشت بچه رو رها میکنه هر ذات حملی مادری که باردار است بچه‌شو رو سخت می کند از وحشت اون روز مادر چیه؟ مادری مادریه که شب تا صبح و جهوارت خوابیده بودا و شیره جانش تو را شیر داد اگه طفل مریض میشد حاضر بود میگفت خدایا این مرض به جان من بیفته بچم سالم بشه مادر اینه خوش کردنت بود ترا خوشکت کنه کهنه شستن بود اونم آقا قدیمیا قدیمیا واقعا چه صدمه ای خورده قدیمیا چه زحماتی کشیدن حالا که دیگه وسیله برای بچه ها آماده است آب یخ و یخ رو میشکستن لباس میشستن برای بچه ها بچه های کوچیک حالا که کجا ماشین لباسشویی بود حالا که الحمدلله ماشین لباسشویی هست و ماشین ظرفشویی هم هست و خانم لطف میکنن فقط یه انگوش میذارن این دکمه شو میزنن بله همه چیز هم به همدلله برقی شده و خوبه وسائل امکانات برای راحتی خوبه اما واقعا زحمت رو قبلی قدیمی‌ها کشیدن حتی برای کار آقا کشاورزی اون وقت با کشاورزی مکانیزه امروز چه زحمت ها کشیدن یه وقتی یا آقای در قوم من رسید گفت آجا زمین هایی تو این قوم بود که کشاورزی پدران اینها با اون چراغ شب و نصف شب میرفتن برای آبیاری این زمین ها. حالا که اونا مردند و افتاد دست اینا تیکه تیکه دارن زمینا ها را میفروشند ایشا نوششون میکنن، کیفشون میکنن، زحمتشون بیچاره ها کشیدن وحشت قیامت اینجوره میگه مادری که اینقدر علاقه به بچهش داشت اصلا بچهش رها میکنه و تر ناس سکارا مردم رو مست میبینی تو قیامت و ما هم به سکارا اما مست که نیستن که ولکن الله عذاب شدید ولکن الله عذاب الله شدید اما عذاب خداست شدید این وضعیت رو ایجاد کرده نمیدونم این حوادث سنگین رو جای برخورد باش داشتید یا نه یکی سال پنجا و چهار در منا آتش سوزی شد اونایی که بودند و خاطرش رو نقل میکنند یا آقای میگفت مادر من گفته بود مادر من با همسرم با من بودند وقتی آتش سوزی شد اصلا این مردم عین قیامت همه فرار میکردن به کوههای اطراف میگفت یه که رفتم مادرم از دستم رها شد یه مقدار دیگه رفتم خانومم هم, هم جاموند دنبال این بودم خودم رو نجات بدم واقعا این سحنا گاهی قیامت بعضی بمباران هایی که تو ایران میشد شاید شما ندیدید تو خود شهرها چه وضعیتی بود مردم هم واقعا آدم قیامت رو میدید چه سیاسی به فکر بچهش نبود دنبال این بود خودش نجات بده در سال 66 در مکه که کشتار ایرانی ها شد اونم هم همین وضعیت مردم از نمیفهمیدن کجا باید میرن از نمیفهمید تو دیوار داره میره تو ستون داره میره اینا رو آدم میبینه قیامت رو باور میکنه هر چی هم آقا جلو میریم حزم این آیات و روایات برای ما راحت تر میشه یه وقتی به ما میگفتن تصویر شما توی مجلس صدای شما توی مجلس رو ضبط میکنن روز قیامت جلوت میگذارن خنده میکردیم الان این وسائلی که هست رئیس جمهور آمریکا از واشنگتن سخنرانی میکنه اینجا شما هم تصویر داری هم صدا داری فلان رئیس جمهور سخنرانی میکنه داری حتی فردا هم برات میذارن تو آرشیو میذارن فردا هم تکرارش هم برات میذارن این روشن شد چرا این تصویر و صوت چی آقا امواجه امواج هوا و قدیمی ها به ما میگفتن همین هوا عکس تا بر میداره همین هوا ضبط میکنه صدا تا ما خنده میکردیم اون چی میگن نه آیه دیگه بخونم آیات مربوط به قیامت فاذا فا جاءت صاخه وقتی قیامت میشه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی میگه هر چی فرار میکنه از چی فرار میکنه میگه از برادرش فرار میکنه از مادرش فرار میکنه از ف... پدرش فرار میکنه از رفیقش فرار میکنه آیه ها از فرزندش فرار میکنه برای اینکه اونا هم میخوان دست به دامان ای بشن ای فرار میکنه دیدی یه کسی میخواد غرق بشه میگن اون که میخواد نجاتش بده باید غریق نجات باشه بلد باشه که از پشت چجور بگیردش بیاردش عقب و الا ناشی باشه دست چه گردن این تازه اینم میبره زیر آه قیامت اینجور آه لکل امرئ منهم یوم اذن شعن یغنی در کتاب عمالی مرحوم صدوق یه روایت مفصلی نقل میکنه عبدالله ابن عبدالرحمن ابن سموره از پیغمبر خدا این نویدیه برای ما انشاءالله این روایت پیغمبر خدا فرمودن دیشب امور عجیبی دیدم پیغمبر خدا حالا در رؤیا بوده یا سیری داشتن در عالم مکاشفه فرمودن امور عجیبی و دیشب دیدم دیدم مردی از امت من را ملک الموت اومده قبض روحش کنه بعد نگاه کردم دیدم نیکی هایی که به پدر و مادرش کرده خدمت هایی که به پدر و مادرش کرده جلو اومد و مانع شد از اینکه ملک الموت قبض روحش کنه خوش به حال اونایی که به مادر، پدر و مادرتون میرسی یه دعای مادر یه دعای پدر زندگیتون عوض میکنه عکسش هم یه نفرین مادر و نفرین پدر بیچارتون میکنه زندگیتون رو به باد میده یه وقتی یه آقای کارخانه دار بود ورشکست شد زندانش کرده بودن خب فامیلش آشنا به من بودن گفتن آجا اگه میشه واسطه بشید بین او و طلبکارهاش که بیاد بیرون یواش یواش کار بکنه طلب اینا رو بده این الان اونجا زن و بچهش هم بیچاره خب ما رفتیم یه وساطتی کردیم خدا رو شکر مؤثر واقع شد رضایت دادن اومد بیرون خود من رفتم از در زندان که دنبالش توی شهرستانی بود سوار ماشینش کردم اومدیم تو را به من گفت حاجا من خودم میدونم از کجا دارم میخورم خودم میدونم از کجا دارم میخورم من کارخونه دار بودم متمول بودم حالا به خاک مزلت نشستم علتش این بود مادرم از من راضی نبود و میدانم این مشکلات من مال اینه و الانم از دنیا رفته بهش گفتم بلو سر قبرش فاتحه بخون خیرات و مبرات براش بده الانم الانم از دستت رازی بشه دعا کنه بر میگرده به دیگران کمک کن به نیت مادرت اتعام کن دیگران رو به نیت مادرت گوسفند بکش به نیت مادرت و ایتام بده به فقرا رفت به حمدالله یه مقدار طول کشید ولی روبرا شد میخوام بگم این دعای مادر یا نفرین مادر همین دنیا اثر داره یکیش این روایت فرمود بعضی‌ها رو را ملک الموت میاد قبض روح کنه اون خدمت هایی که به پدر و مادر کردن موجب میشه عمرش طولانی تر بشه بعض را آقا سراغ دارم چندین سال مادرش در بستر افتاده بود خود این پسر لگن زیر پای مادرش میگذاش مادرش رو ترا خوش میکرد وقتی هم از دنیا رفت گریه میکرد میگفت توفیق ازم سلب شد وقتی بود نعمت ها و برکاتی به من میرسید همینجا که افتاده بود خیلی قدر بدونید اگر پدر و مادر دارید خیلی قد بدونید هر کاری هم از دستتون برمیاد براش بکن من برای اینکه جوونا تو مدرسه بدونن خودم عرض می کنم من یه وقتی ماشین نداشتم خدا خدا میکردم ماشین دار بشم مادرم و خودم با ماشین خودم ببرم مشهد ولی متاسفانه اون وقتی که من ماشین دار شدم ایشون دیگه بیمار شد افتاد چند سالم تو بستر افتاد دیگه نشد یکی هم خودم چون زائرین رو میبرم برای مکه ایشون را حج واجبش رو رفته بود اما خیلی دوست داشتم با خودم که روحانی کاروان بودم خودم ببرمش خودم ویلچرشم تو تواف و سعی صفا مروه ببرم اما باز دیگه توان نداشت اون وقت این ب... تو دل من مونده است تا آخر عمرم میمونه که چرا نشد اگه کاری میتونید برای پدر و مادر بکنید الان بکنید که هستن وللا بعد قصه شو میخورید. قصدش میخوره اگه ایرانن خدمت بهشون بکنید زیارتی میخوان برن خرجشون رو بدید اگه تو زندگیاتون موفقیت های میبینید مال همون خدمت هایی که دارید به پدر و مادر میکنید و میدونم در بین شما در بین برادرها و خواهرها هستند و این خدمت ها رو میکنن که واقعا من خوشنود میشم من کیم خدا خوشحال میشه و بدونید آقا تو این دنیا هر دستی بدید پس میگیری اگه عروس خانومی به مادر شوهرت خدمت کردی بدان عروستم به تو خدمت میکنه. اگه اذیت کردی بدون منتظر این باش باید پس بدی و اگر مادر شوهری اذیت کردی به عروست شما هم یه جا مبتلا میشی هر دستی بدی تو این دنیا پس میگیری گذشت گذشت تو زندگی داشته باشی تو زندگی ها اگه گذشت نباشه نمیشه زندگی کرد و چقدر قشنگی گذشت چقدر قشنگی آدم حرفی هم شنید مشکل بود گذشت کنه این جنبه تعدیبی داره اصلا ادب میشه طرف یه وقتی یه پا صحبت من بعد از صحبت یه جوانی در یه جایی دعوت داشتم در شهری اومد بعد گواجه راجع به این صحبتاتون یه تعییدی بیارم خود من شب جمعه توی مجلس عروسی بودم یه حرکتی کردم ناشایسته که جا داشت منو بزنن و با کتک بیرون بیاندازن یادم نمیره سربازم بود تو اون شهر و من سربازم اینجا حرکتی انجام دادم که جا داشت منو تعدیب کنن بزنن بیرون کنن اما یه آقای اینقدر با کرامت و معدبانه به من تذکر داد منو متنبه کرد هم مرا ادب کرد هم الان هر وقت تو کوچه چشمم به ایشون میفته خودم از خجالت میخوام آب بشم ببینید برخورد چقدر فرق کنه بله دو تا سیلی هم تو گوشش زده بود حقش بود اما دیگه این نمیشد یه برخورد خوب اینجوره و من استدعام اینه به خصوص تأکید میکنم هم بین آقایون ما هم بین های ما نونهالان و نوجوانانی که میان تو مسجد رو پذیرایی باید بکنیم برخورد بد نکنیم یه وقتی باز در شهرستان یه خانومی به من مراجعه کرد گفت آقا اگه بدونی امروز توی مسجد چه گذشت گفتم چی شد؟ شو؟ چون گفت یه تازه جوانی دختر خانومی که معذرت میکنم تازه عروسی تازه ازدواج کرده بود حالا ماه رمضان اومده بود مسجد خب دیگه همش هم نمیان اینا که یه مناسبتی باشه حالا روزه بوده اومده گفت یه جا نماز جماعتشو اشتباه کرد همین حاج خانومایی که صف اول جماعت میشینند که اگه یه وقت دیر بیان یکی جشون رو بگیرد طرف ها میگیرن میدازن عقب اینجا جمنه میگفت برخوردی با این کرد گفت خجالت نمیکشی با این سنت هنو احکام نماز جماعت بلد نیستی آقا اینجور برخورد کرد رفت که رفت رفت که رفت گناهش گردن این خانومیه که اینجور تذکر داد باید جذب کنی این دختر خانوم هایی که میان باید قرم و صدقه برید تو این محیط تو این فضا همینایی هم که داریم محکم بگیرید از دست ندید با محبت من گاهی میگم تو آقا پسرامون همینطوره من گاهی میگم از این معتادا یاد بگیریم معتادا چیکار میکنه یه معتاد ظرف یک ماه ده تا معتاد برات درست میکنه آه. رو این حرف من برید فکر کنید یه معتاد ظرف یک ماه ده تا معتاد مثل خودش درست میکنه من به شما نمیگم یک ماه بینی و بین الله تو یک سال یکی مثل خودتون درست کردید یکی مثل خودتون که اهل این مجلس باشه بیاردش مجلس امام حسین بیاردش تو مسجد وقت من شیعه علی ابن عبی طالبم هستم اون آدمای فاسق و فاجر جوان های دعوتش میکنه جوانه را میبردش برا ورزش فوتبال والیبال بعدم یه نوشابه براش باز میکنه میده دستش دیگه فردا نمیخواد بهش بگه بیا او خودش میاد خودش میاد لذتشو چشیده چرا ما اینطور نیستیم باید بچه های این مسجد برنامه ورزشی هم داشته باشن حالا اردو دارن خوبه برنامه ورزشی هم داشته باشن یکی از جاهای جذب جوان ها هم برنامه های فرهنگی و ورزشیه بها بهشون بدیم پذیراییشون کنیم که خودشون علاقه من بشن بیان لاقل یک صدام اون معتاد باشیم که اون معتاده عرض کردم یک ما ده تا معتاد درست میکنه ما چند تا بچه ها رو باید بیارن تو مسجد من معتقدم بچه از کوچیکی باید بیاد تو مسجد خود شما اگه اهل این مساجد شدید کوچیک بودین پدرتون مادرتون میبرد مسجد اون وسط هم میدویدید دادم میزدید خیلی معذرت میخوام اصلا گای نجس میکرد بچه فرش مسجد رو بکنه تطهیر میکنه یه بچه را نشوندن تو دامن پیغمبر خدا این یه جوری شد شروع کرد ادرار کردن تو دامن پیغمبر اومدن بگیرندش حضرت فرمود بذارید باشه بذارید باشه کارش تمام بشه تازه مریض میشه اینجوری بگیریدی کارش تمام بشه بعد لباس تطهیر میکنه بدن رو تطهیر میکنه اینجور نباشه بعد جا آدم میبینه عین بچه گربه گوش بچه ها رو میگرم دازن بیرون نه بچه ها باید تو مسجد بیان همین های عادت میشه بله بچه سر و صدا هم داره البته این مراکز اعتقادم اینه که باید یه جایی هم کنارش باشه و بازی اسب و بازی برای بچه ها باشه یه کسی هم کنارش باشه کنار بچه ها دارن حتی بعض کلیسا ها هم دارن بعضی مساجد هم دارن حالا به حمد الله جناب آقای حکیم اللهی سرور عزیزمون هم تو این فکر هستن ان اینا هم اقداماتی که یواش یواش انجام میگیره که پدر و مادر وقتی میان واقعا مهیا باشن برای اینکه بیان از مجالس استفاده بکنن خدا رحم حفظ کنه های قرائتی را اشاره کردم که گفت وقف نامه ها رو خوندم دیدم تو وقف نامه نوشته شب دوشنبه و شب پنجشنبه مثلا حالا به پول شما 100 کرون شکلات و نخوچی بگیرید اینا تو مسجد بدید گفتم آخه اینم وقف شو بعد فکر کردم دیدم بابا این قدیمیات میاد چه فکری داشتم شب دوشنبه و پنج شنبه مجلس بوده قرائت قرآن بوده سخنرانی بوده میگفته اینا رو بدید بچه ها, می بچه ها به هم میگن شب دوشنبه سا چیز میدن تو مسجد بریم مسجد به خاطر همون میاد تو مسجد ولی بعدم هم میشه نمازشم میخونه یواش یواش بعد حتی آقا تشویقی بهشون بده شما گاهی یه چیزی میخواد بگیرید برای اینا حتما هم میگیرید بگو عزیز من نمازت بخون تا برات بگیرم زرنگ باشی میخونه نماز میخونه من یادم بچه های خودم نماز که میخوندن گفتم بابا جون نماز بخون فرشته برات هدیه میارد پول میذارد در زیر سجاده <applause> نماز بخون منم خب یواشکی که خودم یه چیزی میذاشتم اون زیر بعد که میمید جا نماز شد جمع کنه میگفت اه بابا اینا ها نمیدونی چقدر خوشحال میشد ها این ای تشفیق میشه هر وقت من میستم نماز می میمد کنار من میستاد نماز ولی به عشق اون پوله با ولی به عشق پوله ولی اشکال نداره این بعد یه وقت میرسه که میگه بابا حیف نمازمو و برا پول بخونه خدا یا به حق محمد و آل محمدت توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت بفرما احساس مسئولیت بیشتری در جهت تر تربیت صحیح فرزندانمون به ما عنایت بفرما خانه های ما را با صفا و سمیمیت و محبت هرچه بیشتر و عشق ولایت امیر المؤمنین و قرآن بگردان و السلام علیکم و رحمت الله